بالاخره پدر من تصمیم خودم رو گرفتم.
میدونه که این زندگی چند روزه ارزش اینو نداره که آدم هم به اصارت بیگانه بده. ببینم پسر جون چه میخوای بگی؟ پسر جون من خودم رو برای مبارزه آماده کردم و میخوام در راهی قدم بردارم که برای هموطنانم هم مفید باشم و بالاخره اگه خدا بخواد روزی میرسه که به وجود داشتن فرزند مثل من استفاده کنم. پسر جون حالا بیا جلوی خود تقضیه بکن. بیا. میل ندارم مادر جون. چطور میل نداری؟ از تو تلا کار کردی بیا جلو قضا بخور. چه کردی که یعقوب از مسلم رفته؟ این پسر من اصلا دیگونه هست اینا هم از کار بیکار دیده من چی به سرشه؟ کجا میری؟ بیا قضا بخور. مادر گفتم که میل ندارم. باز چی کردی؟ چرا اینقدر سر به سر یعقوب میذاری؟ من کاریش نکردم. این پسر من یه حرفایی میزنه که میترسم آخر عمری منو دست آدم های داروغه بده. بلنشین یه کدومتون بریم اینه کجا میری؟ همه اینا تقصیر تو. استغفر الله ربی و اتوب الیه. اگه گذاشت یه لغمه غذا از جانون پایی بره آخه چی تقصیر منه؟ اصلا تو رو دوباره تو میزه برفته اینا خدا دیدی دوستش داری؟ باز هم به خاطر تو میرم. بلنشین بریم علی جون بلنشین. مثل این که راست میشه با که میشستم با که این که این همه بیچاره گیرستم داستانی به جونه که یارو مثل بیز میردی اما ناصرم از خودش شجاعت به خرج داد ماشاءالله باشه جوون جسور آسه شما رو گرستیم ناصر همیز نایمده چرا با هم بودیم کارمون تموم شد اون دست بار خودمون ما هم اومدیم اینجا لبی ترسیم بسرم یه پیاله دیگه نکن نه من میرم کار دارم شما هم زیدتر بیه آقای شما نه از اصارت قاتله بقی فروش ها نجات دادن آوردن اینجا میتونم اینجا بمیرم؟ باشه نه خود افتاد تا اگه دختر خوی باشی حرفای منو گوش بدی خودم از این اومدیم این گوشه زندگی ما اومدیم اینجا راحت بشیم بشیم و اختلال کنیم اگه قاتله قاتله یا دیرون اومد دختش کنیم پس شما دوستی از سخور الله اگه رئیس اون بزنه رکتارت پاید دیگه از حرفا ندن اون خیلی آدم بد اخلاق و عصبانی هست رئیستون؟ مسیح رئیستم داری؟ بله کیه؟ یعقوب لیز بحفا طرفدار زعفا و بیچاره ها گاهی هم خیلی که لخ می کنه همه دوی فقرا و بیچاره ها قصد ها ارگاری یعنی که بدون دوست بگیر مردم بخورن نه دوست ما همه آدم های جستانی هستیم همه خودمون خواهی پاسیدی داریم احتیاز هم اینجا بیکنیم آقا آشین اینجا خریفه از خارج میکسته برای دیگه درست حتی هم مطلبه نسکته حد که قبلی کنه جرم و جرم میبره ما اگر اینجا جمع شدیم شاید بتونیم خارجی را از کشور رو بگیریم کنیم آها خلاش داریم یا یعقوب داره یا باری کم برای باری کم برای احسان که همیشه با هم دعوا می کنید اینجا این دختره کیه؟ کجا بودی وجوده رو دیدی؟ از قافله شامه آیا قفل قافله شام بود قافله هر که محقت کرده این نرم گفت رو به دوی جاسته بودن میخوام به هم باید میشم دختر تو کی هستی خانواده کجاست؟ حرف بزن من اهل دهات اطراف گیستان هستم یک فابریک در خونه من پدر مادرم کشتن منم گرفتم ببرم بفروشم خال خال دختر دختر جان نمیشه چرا نمیشه؟ اونا کمتر نیستم اینا به من گفت شما چرا اینجا جمع شدی حاضرم ببونم به شما کمک کنم من هیچ کس رو ندارم اگه برم دوباره اسیرم میکنم جواب
بله. این دختر دست تو می سپارم تا بعدا یه فکری براش بکنم. خیلی خوب. بله. بچه هم برای چکار کردیم؟ نسیش فرستاد این به باز. یه سیویل وار میشناسی؟ کدوم ها؟ نه نمیشناس جنسا مانی سقیل و شبیل میخور خب؟ عوضشان شب لغمه سر بگیر شما افتاده در چهار سوق شرقی عبدالکریم بازرگان محترم
مورد اهانت عده‌ای از اراذل اوباش قرار گرفته و اموال او را به سرقت برده و جیبش را زده و حتی لباس‌های او را نیز کنده‌اند. این واقع موجب خشم و غضب دغدغه شده اینک به اهالی سیستان اعلام می شود که عبدالکریم بازرگان مبلغ 1000 دینار جایزه به کسی می دهد که داروغه معرفی بکند. خدا خواستا به هزار دینار رو بشین جوان به طاهر بگو به داروغه خبر بده که دوزه پیده کرده دوم جوان مواسم اطراف باش کدوم جو؟ بعد یه همون یارو دیشبیه که لختش کرده میخوا خود دریا بگیم گوشتان تو کارت نباشه من میخوام برم زندان سری به بچه ها بذارم برزن بگو جایزه رم به جاش خرص بکنم بودو تاب یلا طرف کوی جای مطمئنی چهار کردی حالا خوب ناصر بله بچه ها رو بیار شب قرار کارشون دارم چش رقاصه بغدادی که میگفت همین بود رفیقمون رو باش حتما جوری چیزی دختری جوری کرده چون هیچ کس همون نمیده باش که سر هم بخونه با چه خبره یه خط در میون بخون دوتر بریم به کارامون برسیم خیلی واجب تره مصطب عجب هیکلی داشت این قرارش به تنش زیادی میکنه باید به حسابش رسید بلش کن بابا تو هم که همهش میگی بلش کن بچه ها شما این؟ سلام بله فضل سخبر ما را تقریب اموال داروغه بودی اموال داروغه؟ بله بله همون مالایی که میخواست بفرسته به بصره؟ بله خب چطور شد؟ هیچی خودش واسه توی کارافسرا تا همه اموالش رو بار کردن هی سفارش میکرد گیر عیارا نیفته مواظب باشین دزد نزنه خلاصه خیلی سفارش میکرد خودش دزد درجه اوله مال مردم چاپیده خیال میکنه کسی نمیفهمه ما به اون مالا بیشتر از اون احتیاج داریم عدتتون چند نفر بود؟ 30 نفر میشدم
خب مالا رو کجا بردین؟ تو یخچال خرابه قایم کردیم، بچه‌ها بالا سرش هم منتظر شما. به به. حساب نکشه بریم ببینیم چه خبره. زود باشید بچه‌ها. بریم. بیا. بذارم اینجا. ببینم. دیگه چیزی نمونده؟ نه، همه رو آوردی. بگی. بیش از این دیگه چیزی به شما ها نمیرسه. همین برای مخارج روزانتون کافیه. اینها باید بین فقرا قسمت بشه. عده گشتی ها چند نفره؟ 120 نفر. تو مأموری این مال ها رو به اونها برسونید. اینها رو بدید به اون خانواده که اونها برشون از دست دادن. اینها رو بدید به اونهایی که بیگناه به زندان افتادن. اونها رو هم بدید به سرپرست اون بچه های یتیمی که در ده زندگی میکنن. راستی حسن میگفت داروغه تو باقش مشغول ایسونوشه. بدبخت خبر نداره انبارش دست ایانا شفا بول شده. بیچاره داروغه بدبخت خیال میکنه انبارش سالم به مقصد رسیده. دقیقه من اونجا هم نباید راحتش گذاشت. بریم. نه، ما باید امشب بریم به قهوه خونه تا به امون مزنون نشن. بعد شاییم ملارم برسونید دونایی که گفتم. زود باشید. دیدین که بالا به سر خودش آورد؟ آخه زن از دست ما چی برمیاد؟ مگه یاد رفته اون روز اینجا نشسته بود گفت بالاخره یه روز به وجود من افتخار میکنی؟ حالا گوشه زندان باعث افتخار من شده. منی که یک اون توی شهر با شرف و افتخار زندگی کردم، حالا نمیتونم از خجالت جلوی مردم سرم بلند کنم. بغاست نخور، من مطمئنم کارهایی که یعقوب میکنه هیچ کدومش به دور مصلحت نیست. چی داری میگی؟ زنم جون، خدا اون بده ماشاءالله سه تا برادر داره مثل اینا. یه پسر عمو داره مثل من که هیچ کدوم از جان خودشون برای یعقوب مضایقه نمیکنن. خب بس دیگه، شما هم دلتون خوشه. زن از بود کاغذ بده چطور شد؟ بح مادر، تو هم چه حرفایی میزنی؟ چی میگی جان من؟ عریضه یه چی؟ مگه کسی به درد دل مردم میرسه؟ دیدی پدر، دل تو هم از دست اینا خونه؟ نه خیلی، مقصودم چی میگم؟
عمو جون بهتر از ما میفهمه، اون کاش مرد مصلحت روزگار این حرفا رو میزنه. راستی بنانو یادت اصل موقعی واسه ما تعریف میکردی که اجداد ما چند صد سال پیش از این پادشاه ایران بودن؟ یادت هستی میگفتی اصل مثلا ما به خسرو پرویز میرسه؟ من خودم بیشتر از شما از این اوضاع رنج میکشم، ولی چه میشه شم؟ حالا باید یه مقدار صبر کنم، نباید احتیاط ورزم. مادر جون اینقدر فکر نکن، قصه نخور، اگر نقشش عملی بشه وطنمون از دست بیگانه نجات میده، اسمش هم در تاریخ میمونه. برادران این چند روز که با شما در اینجا هستم به درجه وطن پرستی شما پی بردم و فهمیدم شما رو به جرم آزادی خواهی و نجات ایران به این زندان انداختم و این خارجی ها به شما فرزندان رشید ایران تهمت قصد و دزدی می زنند. به من هم همین صحبت رو دادم، اما من به شما گفتم که چرا مال اون مرد رو برداشت. شما چه هست این بازی میکنی؟ بالاخره چی شد؟ چرا اجیده کردی؟ ما که هر چیز به جایی نرسیم. پس باید ما اینجا بشینیم این جوان تو زندان باشه؟ راست میگه دیگه، هیچ خطاج نیستیم. چی کار کنیم؟ شما بگیم ما هم انجام بدیم. من چه میدونم؟ شما که مرده میه فکری بکنیم. جانیه، یه فرصه خوبی کردم، ما هم بزنیم. راست میگی. بزنیم که باید باید برادرانه داشتید من، این مایه افتخار ما که دستمون رو با خون خارجی بشوریم و برای نجات و وطنمون مالشون رو به یغما ببریم. من هدف بزرگی دارم، میخوام ایران از چنگ خارجی ها نجات بدم. نقشه این کار رو هم کشیدم، اما به کمک شما ها احتیاج دارم. ما باید همگی دست به دست همدیگه بدیم و خارجی را از خاک وطنمون بیرون کنیم. چیکار کردی که زندانیت کردن ها؟ زندان آقا خودم اومد کار دارید اونو نباید بفهمم خیلی وقت میخوابیدم مطمئنی؟ آره من خودم دیدم، مطمئن باش. چی میخوای بگی؟ من از طرف طاهر برادر دیدم. طاهر؟ دعوایی را این نفتی ما که منو زندانی کنم که به ما خبر بدی ها؟
نه ترس، خمسه دوزه. بله، تا هر کرده نقش گفته میشه. ما باید هرچی دوستا دستکارشون تا فرا کنیم. Thank you.
بله
مسجد باید در میدان عمومی بدان آبشته بشه. بله باید نشم بایید اگر دستیش نکنی. بله خودتو بدان میدنم. اهالی محترم سیستان، قاسم معظم به اطلاع عموم میرساند که شب گذشته در خزانه سرقتی رخ داده و دزدان وارد خزانه شده و جواهرات و اشیاء گرانبها را بار کرده با خود به خارج بردند، ولی کلیه آنها را سالم و بدون اینکه کوچکترین کم و کسری داشته باشد به جای خود گذاشته و رفتند. چون تصور می رود در این کار رمزی نهفته باشد، بدین جهت حاکم معظم به اطلاع کلیه اهالی می رساند که دزد خزانه خودش را فوراً به دارالحکومه معرفی کند و مطمئن باشد که هیچ صدمه‌ای به او نخواهد رسید. فقط حضرت حاکم مایلند علت این عمل دزدان جوانمرد را بدانند و آنها را بشناسند. بهلت کن فکر کم نباش، باستی پولا رسوندی؟ عمل را دادم به مادر اون بچه هایی عزیز. کارش الله خوب کاری کردی. بیا چه نباری؟ چیه؟ حالا که بیمادم دیدم جاسی جا میزن دوست به خزانه و امیر خودشو معرفی کنه. نخواه تو باشی. جمیله کجاست؟ خودم تا اینجا چکار میکنی؟ بابا خرزی جا میجا من رفت بابا. شهد به هدایای خوبی ما از این شهد به هدایا بی نهایت ممنون. سلام برادرانه ما را به امیر کابل ابلاغ کن و بگو که ما طالب دوستی و موسط با امیر فاق می شود. امیر اگر اجازه به های باید بنده باید 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 قربان مدتی سیار خزانه آمده منتظر شرفیابی. جان خزانه؟
جوان، تو به خزانه من دست برد دادی؟ بلی ایشون رو ببینم. چه دارد این عمل شد کردی؟ میدونی چه دارد این عمل برگه؟ اگر مرد ترس نداری؟ مرد فقط در دست خدا، تا خدا نخواست مرگ بر کسی چیره نمیشه. حالا به چه جرأت به حضور من آمدی؟ بنا به قول و وعده امیر. نترسیدی از اینکه ما تو رو فریب داده باشیم؟ فریب کار جوان مردان نیست. اگر تو قصد ربودن خزانه من رو نداشتی؟ چرا؟ داشتم. چرا نبردی؟ چون نمک امیر رو خوردن مالش رو ببرم. کجا نمک من خوردی؟ در همون خزانه. خزانه؟ نمیدانم. بردشتر بگو. واقعا که عجیب. وقتی که جواهرات در کیسه ها پر شده بود و خواستیم بریم، وقتی سنگ سفیدی در گوشه خزانه دیدم، خیستدم چه بود، به زبان زدم نمک بود. آفرین جوان، پیش بیا. اسم چی؟ یعقوب لیس. یعقوب، تو همون عیاری هستی که دنبالت میگشتم؟ بله. از جوانمردی و شهامت تو بی نهایت خوشحالم. میداری که در سپاه من خدمت کنی؟ بله. با فنون جنگ آشنا هستی؟ بله. من برای جنگ و پیروزی آفریده شدم. بسیار خوب. یهو از این ساعت به وقت تو سپه سالار من خواهی. مبارک. شمشیر سپه سالاری به یعقوب بده، بالش را بنویس. کجا بودی؟ چرا تا کنون ما را در انتظار گذاشتی؟ گربه چاکر مشغول رسیدگی به امور بودم. رسیدگی به امور؟ باری کلا خدام امور؟ گربه رسیدگی به امور مالیات های سال های گذشته؟ خجوش رو، دلتون رو بند. تو همیشه مسئول رسیدگی به امور هستی، اما هیچ قرصی نمی کنی. قربان، بسر مبارک آسا بولت خلاف از جد خدمت تو. خلاف از کردن چیه؟ تو خیال کردی من به شاه ابن سلیمان هستم؟ راموش کردی که با در رحمت به نفس امیر سیستون طرفی؟ در هر صفت، یک هفته به تو مهلت میدم. اگر مالیات ها رو وصول نکردی و خزانه من رو پر نمودی، دستور خواهم داد قدیو تو را کنم. ناراحتی؟
نه پسرم، من از رنگ شکنجهی که دیدم ناراحت نیستم. پدرم تمام کرد، همونطور که گفت باید مرد باشیم و در راه خودمون پیش بریم. جواب، تو جمیله رو به منزل خودت به بوس ببر، اینجا باش تا خبرت کنم. او مردی دلاور و زیرک و در سختی ها پایدار بود و هر چه به دست می آورد به دوستان خود می رساند. وطن پرستان و دلاوران دیستان همه جا دوست به دوش یعقوب با او همکاری می کردند و به پیش رفت های زیادی نائل می شدند. من به اندازه از قافله سالار مال بگیر، تو به اجازه چه کسی به قافله هم میشم برو بقیه اعمالش رو پس بده. بله، قربان شما.
مبارک بستم این سپرسالار به بهانه صرف جویی چندین نفر از خدمتگزار صدیق پاک امیر از کار برکنار کرده. بله قربان، بله همینطوره. احمقا، من اجازه نمیدم که کسی در کارهای خصوصی من دخالت بکنه. این اجاز شدن یک از کارهای او ضروره. پسی میخواه بگی اگر سپرسالار میترسید لام شدی بزن. ها؟ اونم من؟ ها سایه خیلی سر ما تصویر کسی نکستیم اونم هست یعقوب؟ در حریت اونم نمیدید ها؟ وزیزه بنده درگاه اینیست که به عرض برسونم منظور سپه سالار از بیرون کردن خدمتگزاران صدیق اینه که امیر رو تنها بذاره و بعد مقصودش عملی کنه. چه عملی؟ مقصودش چیه؟ مقصودش این که خدا نکرده خدای نکرده کسی؟ بله قربان، همین یعقوب، همین سپرسالار میخواد جانشین امیر بشه، امیر سیستان بشه. بله نه نمیداره؟ جانسیل بندشه؟ شما مردید؟ ما جانساریش اما تا دیر نشده باید چی کرد؟ این منه بکشی؟ ها؟ پس چرا نمیداری ترس رو؟ مگه شما از اون کسی که دستور داده منو در خواب بکشی؟ نمیخواییم پاداش بگیرید؟ من قرار داشتم که اون قصد جان منو داره ولی خیال نمی کردم به دست شماها باشه. مطمئن باشین اون به شما همون پاداشی رو میده که پس از این همه خدمت حالا میخواد به من بده. من از شما انتظار نداشتم که به دستور اون سست عنصر گوش کنید. شما که در جنگ ها شاهد فداکاری های من بودی، به دستور من شمشیر میزدین، از من درجه میگرفتین، حالا میخواین دستهای خودتون رو به خون من آلوده کنین. شما میدونین من از زورگری به این مقام رسیدم و در راه رضای خدا و آزادی هموطنانم قدم برداشتم و مثل امیر و سایر همکارانش در پی کسب و مال آسودگی خودم نبودم و همین امر سبب شد که اونها شما همکاران منو مأمور کشتن من کنند. حالا اگر شما وجود منو
مضر برای ایران میدونید؟ حاضرم. سردار ما رو بدم. ما بنده شهرمانی کنم. خالتون. حتی خوشحالم. الحمدلله. اگر خون یعقوب رو داشتم مثل این شراب سر می کشیدم. قربون چرا خون یعقوب رو سر بکشی؟ شراب ناب می بفرمایی. دیگه به بلند پروازی های یعقوب خاتمه داده شد. من خورد. الان میان و سر یعقوب یعقوب تو زنده ای؟ بله، به فضل خدا زنده موندم. خدا خواست من که حامی مظلومی و بیچارگانم زنده بمونم تا داد اونها رو از تو بگیرم. تو خیانت پیشه به من که این همه در راه تو جانبازی و فداکاری کردم سوء قصد نمودی. تو به من که سپه سالارت بودم رحم نکردی. وای به حال مردم. بله، اصلا لیاقت نداری، همش مستی. حضرت سپه سالار، اجازه بفرمایید من دستم خفش کنم. خفه شد دو روی پس فطرم. به حساب تو هم میرسم. قلبم جواب. رفتم خبر بدم. یعقوب من به تو خدمت کردم، من تو رو به سپه سالاری رسوندم. خدا شاهد اگه حق نمکی که با تو خوردم نبود همینجا میکشتم. ولی نترس، دستور دادم تبعیدت کنم. من اینجایی کرارم، من اینجایی کرارم، با جانان خود کردم که جار پایش نریزم، که جار پایش نریزم، دشمنی با جان خود کردم. Yeah.
شدم خاموش، ترک صحبت یارا نخواد کردم. ببین جواب، از یه آفیش که قمیر زده ازش خبر نداریم، حتما زندانیه. هیر یه پیرمرد با یه سرباز. چه کار دارم؟ نمیدونم. فقط پیرمرد رو بگو بیاد ببینم چه کار داره. یارو چه خبره؟ با کی کار داری؟ حامل پیغامی از طرف سپهسالار هستم که برای جمیله. بله بفرمایید. تنها؟ بسیار خوب، منتظرم باش سر کوچه. بفرمایید. برادر مثل اینکه خیالت از یاغیان اطراف سیستان آسوده شده اینطور نیست؟ بله، بحمدالله یاغیان سرکوب شدند، فقط اوضاع کرمان ناامن است. به حساب اونجا میرسم. ناصر، پیغام منو به امیر کرمان ببر و بگو که بعد از این با یعقوب ابن لیث سفار امیر سیستان طرف هستی. ناصر بیا تو. رافه چه خبر؟ بیا جلو ببینم. جمیله کجاست؟ نیامد. چطور؟ نیامد؟ هرچی کردم راضی نشد. چرا راضی نشد؟ مگه تو بهش چی گفتی؟ گفتم که از طرف سپهسالار آمدن به خواستگاری. ببخشید، او جسارت کرد و به سپهسالار ناسزا گفت. بله بردم. از طرف سپهسالار آقای خواستگاری جمیله. سپهسالار؟ به به، سپهسالار؟ کاش که قبول میکردی، حتما هم قبول کردی ها؟ چی؟ هیچی، گفتم کاش که قبول میکردی. برای اینکه سپهسالار کم شخصی نیست، اگه زن اون میشدی از این زندگی نجات پیدا میکردی و پولدار هم میشدی. بسه دیگه،
مرد شروع این سپهسالار رو ببره با اون پولاش. میدونی چیه من خوب یا نه؟ اگه تو هم بخوای از این حرفا بزنی دیگه ایراد نمی کنم، از این خونم بیرون رد میکنم، تو عمرم دارم دیگه اسمتو نمیارم، فهمیدی؟ تو که این حرفا میزنی معلوم میشه من نمیخوام. لا 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 لا، شما رئیسی هم مثل خروس جنگ به هم دارم. به جای این حرفا بشینید بگید بخند ماچو بوسه کنید. جمیله جون من خیر تو رو میخوام، من آدم بی سر و پایی هم، همون ممکنه منو بگیرن و بکشن. من که پول زندگی ندارم تو رو خوشبخت بکنم. من که پول زندگی تو رو نمیخوام، من خود تو رو میخوام. قوقات تخت نشه، بالاخره با خواستگار چیکار کنم؟ به جیب تو اینقدر زدی نگخونه بیرونش کرد. نترسیم سپهسالار ازتون انتقام بگیره؟ نه نه، سپهسالار غلط کرده، ما تو رو داریم از چیز دست نمیترسیم. خب جمیله، ممکنه در تعقیب من باشن و برای شما هم خطری پیش بیاد، من باید زودتر از اینجا برم. تو اونا رو پیش خودت میبری؟ به همین زودی. اومد بچه ها بری. خب جمیله، خدا نگهدار. به امید دیدار. جواب من از جمیله خوب مواظبت بکن. چشم. من زود باشید. هلا هلا راستی بیرم. هلا 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 راستی بیرم. یایی سفرسال هایی چه دستگاهی بود. زن سپهسالار نمیشی؟ مگه تو نمیدونی اینجا قصر سپهسالاره؟ بس چطور شد اومدی؟ صبر کن بهت بگم. مگه به من قول نداده بودی که غیر از من کسی رو انتخاب نکنی؟ همین بود قول و قرارت؟ یاهو تو چه این حرفو میزنی؟ من رو زور آوردن اینجا. کی رو زور آورده اینجا؟ دست تا شمشیر به دست من کسی رو آوردن اینجا. عجب، راست میگه، من رو شاهد بودم. تو دیگه خواهش رو حفظ نزن. مگه من جمیله رو دست و نفت برده بودم؟ اینطوری ازش نگهداری میکنی؟ راجع به نگهداری جمیله حق اعتراض نده. من خیلی هم خوب ازش نگهداری کردم، اما به سر خود قسم من جمیله رو به زور آوردن اینجا. خب دیگه پای زور که اومد تو کار، ما رفتیم کنار. از پای زور که بیاد وسط تو فرار میکنی ها؟ چی میگی؟ اینها یکی همین بود، همین احمق. من تو رو میشنم به زور آورد اینجا. حرف بزن، دار شدی؟ عجب، از تو هم اولا هم دستی؟ جمیله بی خودی جیش ندن. یهود هم همدست اینا. از وسیس و بخصالات آسلی که به اردوی رسمان فرستاده بودید برگشته، بیرون منتظر است. پس من به حضرت سپهسالار رو این کردم. سپهسالار؟ ببینم مگه تو سپهسالاری؟
غیر از این از تو انتظار نداشتم. آفرین بر تو دختر وفادار. جمیله تو اینجا باش تا من برگردم، کار مهمی دارم. نمیدونم چرا من سر یعقوب اومده. نگران نباشید، سپاه سالار اقبال بلندی داره. با وجود این دلم شور میزنه. سلام. از یعقوب چه خبر داری؟ اقبال خیلی بلنده. زیر سرش اومده. جمیل جون خیالت راحت بشه، سربازای درهم حمله کردن به ارگ که یعقوب رو بکشن، اما کار بسید. یعقوب حمله کرد به درهم و کار اون لعنتی یکسره کرد. نه جواب، تو دروغ میگی، من مقرر میکنم. بالا دروغ نمیگم. من خیلی دل آبستم، نمیدونم چی کار کنم. کی خود گریه میکنی؟ حضرت تو محصولا تکسا بردن جانبه. چرا گریه میکنی؟ یعقوب. ببین جمیل جون، آخه من کی به تو دروغ گفته بودم؟ خیلی دلم شور میزن. خدا رو شکر که سلامتی. خدا رو شکر که از دام درهم نجات پیدا کردم. حالا دیگه موقعی اونی که بدون اینکه خاری جلوی پام باشه نقشه‌هام رو عملی کنم، چون آرزوی من خدمت به مردمه. شما چطورید؟ بنده تاجه درگاه هم، هر که امین اراده کنه اطاعت میکنم. بسه، من چاکر و بنده درگاه نمیخوام. تو دشمنی رو با خانواده من به حد کمال رسوندی، ولی کمتر از اونی که از تو انتقام بگیرم. برو رام، از انتقام مجب میترسی. اصلا این رو به منزلش برسون.
خودتان اثر نشستی؟ نگران مباش، دوستان و یاران ما ضعیف کش نیستن. خدا ان شاء الله امیر اصفهان نشه. به محمد گفتم در نامه هایی که برای امیر کابل و حکام فارس و کرمان میفرسته بنویسه که دست از اختلاف بردارن و سپاه افواج جمعی خودشون رو 10 روزه به سیستان بفرستن، چون خیال دارم حکومت بنی عباس رو از ایران ریشکن کنم. برای متعاب و نعت رسول اکرم از طرف نمایندگان طبقات شهر، جلوس امیر را بر تخت امارت سیستان تهنیت می‌گوییم و امیدواریم همچنان که در دوران سپهسالاری خود نشان دادن برای مردم این سامان در پرستی دلسوز و امیری عادل و نیکوکار باشند. از خداوند متعال دوام عمر و عزت امیر را خواستاریم و تمنا می کنیم اجازه فرمایند از این پس خطبه به نام امیر یا یعقوب بن لیث صفار خونده شود. زنده باد امیر سیستان، یعقوب بن لیث صفار. پروردگار بر این بود مرگی که درهم بر خلاف مروت و بردانگی برایم چیده بود نجات یابم و همچنان در راه رفاه هموطنانم از جان دل بکوشم. شما که از طبقات مردم سیستان هستید باید بدانید که اجازه نخواهم داد دست ستمگری و آزار زیر دستان دراز شود. مالیات سنگین را از دوش زعفا برخواهم داشت و داد مظلومان را از ستمگران خواهم گرفت. شما با کار و کوشش در آبادی وطن بکوشید، من و یارانم در راه وظیفه سعی و کوشش خواهیم کرد.